بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمامی هموطنان و دوستان گرامی یادتون باشه قدیم میگفتن که فاصله حق تا باطل چهار انگشته حق این است که بگویی دیدم و باطل این که بگویی شنیدم ولی امروز متاسفانه خواهید دید با فیلم هایی که بهتون نشان خواهم داد اخبار هایی که حتی خودتان با چشمتان ببینید باز هم نمیشود باور کرد چه دلیل شایعه سری پخش میشه اگه یادتون باشه خبر اون فیروزه لبنانی که مدال گرفته بود مدال افتخار گرفته بود دیدید دقیقا 24 ساعته سری چکار کردن خبر پس بس خبر مانند محصولات کشاورزی مثل غذاست تا تازه هست ارزش غذایی داره برای شایعه درست کردن چرا به خاطر اینکه اطلاعات زیادی در موردش نیست به خاطر همین سری شایع همون ساعت روزهایی که خبرها داغه چی میشه پراکنده میشه پخش میشه بس خبر تا داغه باید بچسبه و شایعات هم بر اساس همین و بعد از اون دیگه اصلا به درد نمیخوره کسی مصرف نمیکنه ولی اون خبر شایعه کار خودشو کرده و سریع هم پخش شده یعنی خبر دروغ سریعتر از خبر واقعی پخش میشه و مردم متاسفانه بهش توجه میکنن بس شایعات بیشتر زمانهایی که مردم احساسی دارای فشارهای عصبی و استراب دارن مثل زمان انتخابات جنگ زلزله سیل آشوب تظاهرات چیزایی که اتفاق میفته چیه شایعات هم بیشتره چرا به خاطر اینکه خوب دقت کنید مردم دنبال یه آرامشی هستن حتی دروغ باشه میگه که این عکسو نگاه کنید میگه یک دروغ دلگرم کننده خیلی طرفدار داره تا یک حقیقت ناراحت کننده مردم استراب دارن استرس دارن تون تون خبر میخونن و میخوان چیکار کنن خیالشون راحت بشه که نه خبر غلط دروغ بد اتفاق نیفتاده مثل خدایی نکرده کسی از آشنایان تصادف میکنه هرکس خبر دروغ بده که نمیدونم نه با من تراس کرد راحت میشیم فلان ولی خب خبرها همینطوریه ما دوست نداریم خبرهای تلخو بشنویم واقعیت رو بشنویم نه اینکه حالا خبرهای تلخ بگم خوب دقت کنید بس ترس یکی از دلایل افسایش افسایش هست است هر وقت استراب مردم بیشتر بشه تمایل بیشتری به شایعات وجود داره و دریافته و پخش اینها مثلا زلزله بزرگ در تهران در راه است تهران میزبان زلزله بزرگ نمیدونم تهران را تخلیه کنید اعترافی تکان دهنده یعنی یک سری تیترها یک آدمای بی انصاف فقط برای جذب مشتری خریدن روزنامهشون نمیدونم رسانهشون کلیک کردن فروش کالاشون همینطوری برای خودشون چیکار میکنن تیتر میزنن آخه بی انصاف این خبری که داری میدی باعث میشید طرف بلنشه، خونه رو تخلیه کنه دوز بیاد بره تصادف کنه بره تو شمال نمیدونم تو جاده چه اتفاقه خب عامل مرگ خیلی از اینهایی که تو جاده ها رفتن تصادف کردن درگیر شدن نمیدونم صف بمب بنزین دعوا شد فلان جا تو خیابونا خوابیدن از پله ها با هول هولکی افتادن یه مقدار انصاف به خرج بدیم اخباری که داریم میدیم مسئولیت داشته باشیم امروزه بیشترین شایعات به خاطر کرونا تو کل دنیا نه, نه فقط ایران کل دنیا رکورد شیکونده کرونا چرا به خاطر احساس تهدیدی که مردم دارن و کنترل هیچ کاری دستشون نیست دنبال یه توضیح دیگه یه راه حلی یه راه نجاتیان. لذا همش دنبال اخباری که چطوری درمان میشه واکسنش که چطوری دنبال اخبار و مردمم خب اونایی که اونایی که مریضن و دنبال مشتریان حالا به دلایلی که خواهیم گفت یواش یواش میریم جلوتر ببخشید طولانیه مطالب ولی مجبورم اینا رو دقیق توضیح بدم مردم دنبال اخبارن که راه حلی پیدا کنن و اونا هم سوء استفاده میکنن بعضی از اخبارهایی که خودتون دیدید و باور کردید نوشیدنی داغ ویروس کرونا رو از بین میبرد یا دوش گرم دوش گرم بگیرید ویروس. کم بوده دستمال توالت در دنیا خوش به ماها که آفتابه داریم خارجی ها بدبخ شدن دید اصلا عکس پخش کردن نمیدونم انتظامات و فلان و بهمان بدتر از اون متاسفانه بدون کنترل نمیدونم علمی دقیق منابع درست آقا من دارم چه خبری رو برای چی پخش میکنم بعدا باعث شرمندگی بشه آبرو ویروسی ها به کرونا توسط محققین ایرانی ساخته و با آ... موفقیت آزمایش شد و یک فیلمی هم پخش کردن و نمیدونم همه جا رسانه شده شده خب این چه افتضاحی بود که به وجود اومد چرا نباید کنترل بشه و رسانه های جمعی ببینید اینو کار تلگرام که نبود رسانه های جمعی همچین خبر مجعولی رو به قول معروف چکار کنن پخش کنن و آبروزی بشه وقتی صحت علمی که نداره و خنده داره نوشیدن مایه سفید کننده وایتکس الکل رقیق شده اسید فلان چه بلاها سر مردم آمد بچه ها رو چه مادرایی که دیدید شنیدید تلویزیون نشون داد که متاسفانه نادان هایی که این اخبار رو پخش کردن و نادانتر از اون کسایی که گوش کردند و بچه هاشون رو بدبخت کردند و چشش کور شد و نمیدونم چه بلاها سرشون اومد و مریض شدند و اینها آقا سری دیگه سیاسیش کردن نیروهای ضد شورش و سپاه در مرکز شهر برای کنترل کرونا و ویروس و آشوب و فلان همینطوری میریزن دیگه خبر دیگه بذار مردم به گل معروف چون مردم دنبال خبرن کرونا اصلا ساخت پاخته حکومت هاست مال آخونداست مال چینیاست مال نمیدونم فلان چیزه آخ 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 قاتل کرونا فقط یه مقداری روغن بنفشه اونم کجا نمیدونم الله خاک عالم بر سرت این کجا سه آخه من نمیدونم این همه علمایی که بکن... کتاب هایی که بیان کرده آقا ما چیزی به اسم طب اسلامی نداریم یه سری دستوراتی اومده بهداشتای اومده ولی همه علما دقیقا گفتن آقا طبی طب به اسم طب اسلامی نداریم یه ده برای خودشون دکون باز کردن شربت امام رضا شربت فلان ای خدا چیکارتون نکنه برای چی با دین و اسلام و نمیدونم مذهب و بازی میکنید به خاطر منافع خودتون میدونید اینها چک کردید همین آیت الله فلانی میلیاردی تو سایتش جاهای مختلف فروش و تبلیغات داره بدونی که مالیاتی بده چیزی بده همینطوری که اورغور مردم میخرن و خوبم میشن نمیشن به ربطی هم نداره چون ضرری نداره همینطوری میخوره میزنه چیز اتفاقی نمیفته که و همینطوری میفروشه همه چیز شربت و مربت و نمیدونم دارو و فلانه اینها یه مقدار عقلمون رو به کار بندازیم ببینیم آخه چه منطقی تو پشت سر این هست دیدید اخباری که در مورد 500 تا شیر و روسیه ول کرده تو خیابونا کنترل اینطوری کنترل میکنن جرئت داری بیا تو خیابون بابا این عکس عکس جعلی از یه جایی برداشته پر 500 تا اضافه کرده نه فقط ایرانه این خبر خبر خارجیه نه فقط بگم تو ایران ایران هم که سری ترجمه میشه پخش میشه اوه اوه, اوه, اوه. خبرهای خودمون ندارید خارجیام به قول معروف دیگه مونده بودن درمان کرونا فقط با انبرنسا، پشکل به قول معروف چیه سینوزیت و سرماخوردگی و فلان کمیاب شد گیرون شد درمان قاتل کرونا فقط ادرار شطور خیلی معذرت میخوام آخه دیگه این خودش هم جلوی فیلم خورد و کشید بالا حالا چی بود بقول برای بعدن هم که نیروی انتظامی گرفت و خلاصی باید سری آخه چرا اینو پخش میکنید شما منطقا که عقلا کسی که اینو پخش میکنه چیه این آدم خب مشکل داره شما چه مگه شما هم مشکل دارید کدوم وزارتی کدوم اداری کدوم قانونی اینو تایید کرده که شما سری پخش میکنید و برای خودش دیگه شخصی میشه و هم که خدا تا من کلیتری شد. احمقتر از اینها کسایی برای اینکه مردم رو به تشویش بیاندازن خودشونو رو چکار میکنن به عنوان پرستار زدند و صوت پخش کردند و نمیدونم واکسن رو پیدا کردیم و فلان و نمیدونم چیزهای مختلفی که عکس ها مطالب ج... خب اینقدر آدم مشکل داشته باشه مریض باشه به خاطر کلیک کردن نمیدونم جذب مشتری فالوور بخواد یا همچین حماقتی رو انجام بده با جون مال مردم بازی کنه من نمیدونم واقعا و چرا ماها باور کنیم چرا باید ماها باور کنیم ببینید توی کرونا یه چیزی که وجود داره یه نظریه‌ای که الا همیشه هستش بهش میگن نظریه توته نظریه توته چی میگه با اخبار جلی یه مقدار فهم میکنه میگه کسی که در قدرت میخواد مخفیانه برای منافع خودش یه کارایی رو مثلا مقصر کسی که ده. آمریکا چین رو مقصر میده چین آمریکا رو مقصر میدونه ما مثلا اخوندا رو مقصر میدونیم نمیدونم اخوندا نمیدونم سلطنت تبار رو مقصر هر کسی یه کسی رو به برای مقصر میدونه و یه توته مثلا توی کرونا یادتون باشه گفتن که کار کار بیل گیتس سرمایه داره برنامه ریزی کرده یه سخنرانی داشت اولش و آخرش قطع کردن و اون بشگاه هایی که در مورد ویروسینا نمیدونم صحبت میکرد و اصلا ربطی به این نداشت به عنوان به مقصر دونستن بعد یه ده از همون اول چینی ها رو مقصر دونستن چون این ویروس از چین حالا تک... بعد اخیرا فیلم ها با انیمیشن با سایت ها معتبر کانال تکنولوژی And it has been pointed out for months that the geographical locations experiencing the most cases of COVID also seem to have active 5G technology. After a video went viral in which David Icke suggested that 5G is somehow responsible for positive cases of COVID-19, YouTube deleted it and began deleting all videos on the subject, including a video we made that pointed out how on October 31st of 2019, Wuhan, China became the first major testbed of 5G technology. In late June,

و با چین رقابت دارن شرکت های مختلف حالا روسیه جاهای مختلف کاری نداریم به یه دولت ها رو مقصر دونستن به نظر یه توته هست گفتن کار کار فقیمه انگلستانه یه ده گفتن کار خود ترامپ آمریکاست یه دم که چین نمیدونم روسیه آخونده حالا هر کسی که از زن نخیش شد یار من کاری نداریم خب اما به خاطر اینکه هم یه مقدار معروف تنوع کار از دستمون نره من یه نگاه دقیقتری به جل عکس ها نگاه میکنم این عکسی که میبینید خب هم سایت های خارجی زیاد قوقا کرده هم سایت های داخلی که چون بده که پوتین مرکز قدرته همه نگاه ها به سوی اوس به نگاه میکنن اولا شما عکسو با دقت نگاه کنید متوجه میشید این نوشته ها دستکاریه ببینید این نوشته هایی که وجود داره نوشته های واقعی نیستن که حالا همچین سازمانی وجود داشته باشه نگاه پوتین رو نگاه کنید این نگاهش کجاست به کدوم طرف اصلا این معلومه این عکس عکس جداگونه ایه که اومده و این سایه هایی که اینجا وجود داره این سایه هایی که اینجا این قسمت وجود داره و کلا نگاه ها و سایه هایی که وجود داره ولی اما به روشی که گفتیم یعنی چی گفتیم یک سری سایت هایی هستند و مثل یاندکس دات کام خود گوگل نمیدونم. مختلفی هستند که میتونید اینا مخصوص عکسه چک کردن عکسه شما میتونید عکس ها رو چکار کنید چک کنید من الان میرم و گفتم معروف اینش هم گوگل ببینیم چیکار کردیم یه توضیحات بیشتر گفتیم توی گوگل دات کام فرق نمیکنه یاندکس همین کارو داره یعنی می میتونیم بریم قسمت ایمیجیز و اینجا که اومدیم همونطور که میدید قسمت ایمیجیز دوربین اینجا دوربین هست و این دوربین رو بزنیم و اگر آدرس رو داریم آدرس عکس رو بذاریم و یا اگر فایل رو میخوایم از اینجا سلکت فایل و بزنیم فایل رو انتخاب کنیم و یا درگ اند دراپ کنیم بگیریم بندازیم اینجا و همینطور فرقی نمیکنه توی سایت های مختلف این همینه هیچ فرقی نمیکنه شما میتونید چیکار کنید عکس رو اینجا بزن اینو بزنید و آپلود کنید عکسایی که وجود داره و یه سری سایت ها هستن که امکانات ویژه ای دارن برای زوم و تنظیمات مختلف که رو عکس میشه کار کرد این اوپن فایل میتونید بزنید اون حالا هر عکسی که هستش فرض کنید من همچین عکسی رو انتخاب کنم و میتونم یه سری کارهای تخصصی تری رو چکار کنم روش انجام بدم دیگه بستگی به توانایی شما داره این سایت هایی که الله هستش لینکش هم هست براتون میفرستم اما بریم تو گوگل که همه آشنا هستن راحت تره ببینیم چیکار میتونیم بکنیم خب وقتی وارد گوگل شدیم از این قسمت ایمیجیز عکس رو میارم و قسمت دوربین رو که زدم گفتم اینجا یو آدرس سایت رو میتونم بنویسم و دقت کنید یه نکته ای یه نکته ای رو من وارد یه سایتی بشم فرض کنید در زن به حضور شما که سی بی سی وارد یه سایتی بشم میبینید همینطور من این عکس رو میتونم روش توی اینترنت هستید روش کلیک راست کنم و سرچ گوگل ایمیج رو بزنم خوب دقت کنید و با زدن این این میره هر چی عکس که شبیه همینه و تو سایت های مختلف اومده جاهای مختلف اومده و روشم کلیک کنم همونطوری که گفتم عکسایی که شبیه این هستند به قول معروف هم سایز این هستند اون کارهای مختلفی که هست چیه من میاره بس شما اگر توی اینترنت هستید خوب دقت کنید این نکته رو خیلی مهمه توی اینترنت هستید و اگر دنبال یه عکس شبیه اون هست برای کارهای تحقیقاتی اینا میگم و دنبال عکس شبیه اون عکس هستید مثلا فرض کنید من همین عکسی که اینجا دیدیم اینو شبیه اینو میخوام بگردم کافی روی این عکس کلیک راست کنم و سرچ گوگل فور ایمیج همون کاری رو میکنه که انگار من عکس رو چکار کردم از جایی آوردم و عکس های شبیه اینو چکار میکنه برای من پیدا میکنه میبینید و میتونم روش کارهای تحقیقاتی انجام بدم از این نکته ده و نکته دیگه ای که وجود داره اینه که وقتی شما روی عکسی کلیک راست میکنید اگه یه سری برنامه هایی رو نصب کرد اکستنشن رو نصب کرده باشید مثل این سرچ فور ایمیج میبینید مثل مال من که نصب کردم یه برنامه اکستنشن سرچ فور ایمیج اکستنشن تو گوگل کروم میتونید توی قسمت اکستنشن ها نصب کنید و اجازه میده دنبال عکس تو سایت های مختلف بگردم به جز گوگل ولی اگر گوگل خواستم خود گوگل بس توی اینترنت هستید میتونید روی عکسی که هستید کلیک راست کنید و اون عکس رو چیکار کنه برای شما بگرده مثلا من الان عکس خودم رو نگاه کنید اینجا روش کلیک راست میکنم و گوگل فور ایمیج رو میزنم عکس پروفایل خودم رو میبینید عکس پروفایل رو, من رو پیدا کرد و عکس هایی که حالا شبیه این هستن نزدیک این هستند و هیچ ربطی هم به شاید عکس من نداشته باشن ولی یک سری عکسایی هم که به, به قول معروف چیه واقعی هستن و پیدا میکنه میبینید اما این که چطوری یه همچین عکس هایی رو پیدا میکنه رو چیه الان بررسی میکنیم و برای کارهای تحقیقاتیمون خیلی به دردمون میخوره خب حالا من برمیگردم به اینجا پس یک میتونید آدرس عکس رو دارید آدرس رو بذارید اینجا لینک کنید و سرچ رو بزنید نه اگر آدرس از تلگرام و واتساپ و جای دیگه ای ذخیره کردید یا تو کامپیوترتون دارید میخواهید شبیه اون رو پیدا کنید دقت کنید گفتم این برای کارهای تحقیقاتی هم هست مثلا یه کار پروژه‌ای رو دارید انجام میدید دوست دارید یه عکس شبیه اون رو پیدا کنید خب چوز فایل میزنم و خب اون عکس جلیه که برای پوتین دریافت کردم و انتخاب میکنم ببینیم چه امکانه ببینید اولا عکسی که من داشتم سایزش اینه به من داره میگه میگه من دنبال یه همچین عکسی با این سایز گشتم تو میخوای مثلا اول سایز همه ها رو بگردم میگم نه فقط از سایزای کوچیک مثلا سایز کوچیک پیدا کنه خب میتونم بگم که ارزم به شما که ببخشید من برگردم ببینید این هوشمنده سریع بر اساس این عکس جلی که من دادم چهره نگاری کرد و ترامپو با با سایر رهبران رو پیدا کرد ترامپ عکس ترامپو و سایر رهبران یعنی جمله کلیدی که پیدا کرد اما نکته ای که هست عکس هایی که پیدا کرد بر اساس همین کلمه ای کلیدی و بر اساس چیزی که به این عکس وصله یه سری عکس هایی رو پیدا کرد که همون عکس جلی رو پیدا کرد یک سری عکس های دیگه ای که من میتونم از اونها اطلاعات بگیرم و سایت هایی که الا این عکس اومده خب خب میتونید با کلیک روی خود همین عکس یک سری عکسایی رو پیدا کنید خوب دقت کنید جالبه همین الان یک سری عکسایی اضافه شده ببینید عکسای جلی شبیه یعنی به جای ترامپ کسای دیگه یعنی اینا جدیده من اینا رو همین الان دارم میبینم قبلا ندیده بودم میبینید این عکسایی که حالا برای عربی هم روش نوشتن که ایشون مرکز توجهه ببینید چقدر اک... و یه نفر دیگه ارزم به شما که عکس ارزم شخصیت دیگه ای رو قرار دادن خب خیلی دیگه به قول معروف چیه شما میتونید متوجه بشید که این عکس ها بیشترش چیه جلیه ولی این پایین ببینید یه عکسی پیدا میکنید که احتمالا عکس واقعیه ولی حالا گفتم با اصطلاحات و کلمات مختلف همین که این عکس رو پیدا میکنید و روی این کل... کلیک کنید تاریخ عکس رو میتونید ببینید سایت رو به قول معروف اطلاعاتی که داره میده حالا چیزای مختلفی که هستش البته زبان دیگه هم هست میتونید چی چیه ترجمه کنید حالا با کاری به این نداریم بس این نکته ای که ما دریافت کردیم این که ما عکس رو میتونیم بر عکس سرچ کنیم و عکس واقعی رو از بین عکس هایی که جل شده پیدا کنیم و یا کلمات کلیدی که هست رو بنویسیم و الان بنویسید ترامپ بر موضوع with other leaders و میتونید بنویسید پوتین و یه سرچ بزنید ببینید که میخوام یه دونم فیک فیک رو بزنید فیک همین که فیک بزنید یک سری سایت هایی هم که این عکس واقعی رو برای شما چیکار میکنن نشون میدن و نشون میده که این در رابطه با کدوم اخبار بوده همونطوری که میبینید این عکس همینجا هم نوشته فیک فوتو عکس جعلی ارزم به حضور شما که برای اجلاس جی بیست بوده و این عکس رو اینجا واقعیشو اینجا براتون نشون میده این عکس واقعی که چی بوده و چطوری درست شده حالا ببینیم این عکس چطوری چیکار کردن به این شکل درآوردن پس خوب دقت کنید شما با استفاده از این سایت های مختلف و ارزم و روش های مختلف حالا یه مقدار بعضیشون پیشرفته تر یه کارایی رو انجام میده و لینکش هم در سایت میذارم تمام اینها رو شما میتونید چیکار کنید در رابطه با عکس تحقیق کنید که عکس جلی هست واقعی است و عکس و واقعی رو پیدا کنید هم من اینجا یه کار خاصی رو میخوام انجام بدم به خصوص برای اونهایی که کارهای تحقیقاتی انجام میدن ببینیم گوگل بر اساس عکسهایی که ما بهش بیدیم چطوری چه عکسهایی رو پیدا میکنه و شاید براتون کار جالبی باشه و من ده تا عکس که نه تاش مال خودم یکشم این آخری برای آقای نظام اسلامی که خیلی ها فکر میکنن حالا چهره من شبیه ایشونه و کپیه ببینیم چه کارهایی رو میتونیم عکس های شخصی هست ببینیم بر اساس عکسایی که میدیم چه چطوری چه کار میکنه چه اطلاعاتی رو به ما میده سریع نگاهی بکنیم و خیلی میتونه برامون مفید باشه خب من میرم گوگل و قسمت ایمیجیز و آپلود و فایل و میرم عکس اول و یا عکس شخصی است رو انتخاب میکنم ببینیم چه امکاناتی اینا رو مقایسه کنیم دستمون میاد که گوگل ببینید همینی که من اینو دادم میبینید کلمه کلیدی که پیدا کرد ادورتایزینگ پیدا کرد خب بر اساس حالا چهره قیافه نمیدونم مدل ها میبینید عکسایی که وجود و اگه سری عکسای شخصی رو پیدا کرد حالا در زیر این یه سری عکسایی رو پیدا کرد که اصلا شاید به این ربطی نداشته باشن ولی عکسایی رو پیدا کرد که شبیه این هستند و حالا بر اساس چهره نگاری کرد شاید اینو چیز کرد و من اگر روی این کلیک کنم یک سری عکس هایی رو شبیه اونو به ما میده حالا بریم قسمت بعدی عکس دوم تا یه مقدار گفتم که این اطلاعات تون تون دستمون بیاد عکس بعدی با کراوات میبینید بیزنسمن من پیدا کرد یعنی بر اساس چهره نگاری که کرد و کراواتی که هست کتی كوت و... که هستش چیکار کرد یه عکسای شبیه اون رو پیدا کرد بس اینا برای کارهای تحقیقاتیمون خیلی جالبه بل... ولی به شرطی که عکس عکس چی باشه دقیق تری باشه هر چقدر دقیق تر باشه و بهتر خب حالا عکس بعدی رو کلیک میکنم آپلود خب یه عکسی که معمولی قدیمی با عینک بینید تا اینو من زدم اسم منو پیدا کرد در چرا این شد دقیقا توی یه سایتی که اسمم هست دقیقا به همین اندازه به همین شکل یعنی آورده و چون عکس دقیق می باشد ببینید سریع پیدا کرد یعنی دقیقا ببینید سایت هایی رو پیدا کرد که تمام سایت هایی که این عکس توش وجود داره و تمامی اینها چیه مربوط به اینه و خب من میتونم چیکار کنم ارزم به حضور شما که 236 تا صفحه پیدا کرد که این عکس توشه و صفحه هست و اطلاعات هست و چیزهایی که هستش و کلمه اکبر زهیر رو بس ببینید خیلی میتونه چیه مهم باشه خب عکس بعدی رو ببینیم چی تشخیص میده خب یه عکس دیگه شخصی ببینید وقتی اینو من میزنم بر رنگ بر اساس حالا شاید مثلا پیدا کنه آرینج نمیدونم رنگ و میبینید بر اساس رنگی که لباس من هست چیکار کرد یک سری شخصیت هایی رو لباس هایی رو افرادی رو پیدا کرد گفتم این بستگی به چیه کیفیت عکس و اندازه عکس داره میبینید یه سری سایت هایی هم پیدا کرد که این عکس توش هست و اشاره شده و به این اسم و به این شکل و کارهای مختلفی که وجود داره خب میرم پیدا میکنم عکس بعدی عکسی که حالا توی اتاوا گرفتم ارزم به حضور شما که پایتخت کانادا خب ببینیم چی پیدا کرد میبینید سری اونو تشخیص داد دی نشنال وار مموریال توی شهر ارزم حضور شما که اوتاوا میبینید لوکیشن اوتاوا. دقیقا عکس پشت منو چیه چهره نگاری کرد و در آورد پیدا کرد و بر اساس اون میبینید دقیقا عکس خودش رو پیدا کرد عکسایی که و من میتونم ببینم که این واقعا عکس واقعی جعلی چیزهایی که وجود داره من میتونم چکار کنم بر در رابطه با این عکس پشت این عکس یه سری اطلاعاتی رو بگیرم و عکسهایی رو چیکار کنم مشاهده کنم که خب پس امیدوارم متوجه شده باشید که عکس چگونه این چه میتونه توی گوگل یا سایت های دیگه حالا یه عکس دیگه شخصی ولی کیفیت زیاد بالایی نداره ولی ببینیم از این چی تشخیص میده که من توی آفریقای جنوبی یه کنفرانسی بود اینو گرفتم ببینیم چی تشخیص داد ببینید چیزی که اینجا براشون مهم بود و تونست تشخیص بده کامپیوتر بود میبینید آوتپوت دیوایس یعنی وسایل وسایل کامپیوتری و همینطور عکسایی که به من پیشنهاد داد عکسایی هستن که شبیه من روی میز به قول معروف یه کامپیوتر براشون چیه قرار داده شده و نشستن همونطوری که میبینید و من میتونم استفاده کنم عکس بعدی خب عکسیه که خب من توی نگاره گرفتم و یه لباس قرمز دارم ببینم چی تشخیص ببینید عکس چی تشخیصات و کیشن تعطیلات و احتمال اینکه حالا من یه مقدار این ورتر بودم و نیاگارا کاملا مشخص بود 100 درصد میرفت سراغ نیاگارا و عکسایی هم که برای این آورد عکسایی هستن که افراد هستند و کنار دریا و رود و ارزم به حضور شما که اقیانوس و معمولا لباس قرمز و میتونه به من خیلی کمک کنه و اطلاعاتی که به من میده. بس این هدفم اینه که شما دستتون بیاد خیلی کارهای قشنگتر. و اینم یه عکسی که شب یلدا گرفتم. خب استیل لایف یعنی زندگی آرام زیبا و میبینید که کارهای هنری پیدا کرد در به حضور شما که همینطوری گل و میوه و چیزایی که زندگی آرامش بخش و شاد و اینها هستند پس میبینید بر اساس این عکس چیکار کرد اون منظور منو فهمید و خیلی کارهای هوشمندانه دیگه ای که میتونن انجام بدن حالا این دوتا عکس با هم مقایسه کنیم این عکس خودمه که ارزم با عینک و شبیه نظام اسلامی هستن میبینید که خب پیدا کرد جنتلمن یعنی آدم با شخصیت چیزایی هم که پیدا میکنه تقریبا شبیه همین نوع لباس ها رنگ ها افرادی که پیدا میکنه همینه اما همون عکس رو برای آقای نظام اسلامی رو بزنیم ببینیم چی پیدا میکنه بر اساس عکس برید اسپیچ به خاطر بلنگو سخنرانی رو پیدا کرد اسپیچ سخنرانی ارزم بزرگ شما که و افرادی که پشت میکروفون هستند و و, و جالب خود عکس چیه ار... که توی سایتی اومده دقیقا چیه همون سایت رو پیدا کرد که ایشون یه مقدار ناخوش احوال بودند و مثل که خبر گذاشته که من حالم خوب و اینها خب بس متوجه شدیم که بر اساس خوب دقت کنید بر اساس عکسی که ما میدیم میتونیم یه سری اطلاعات خوبی رو بگیریم برای کارهای تحقیقاتیمون علاوه بر اینکه عکسای واقعی رو پیدا کنیم و یکی هم گفتم که روی عکس کلیک راست کنیم شما سرچ گوگل فور ایمیج بزنید میتونید چیکار کنید از همونجا مستقیما عکس های شبیه همون رو پیدا کنید و میبینید الان عکس واقعی رو که زدم یه چیز دیگه پیدا کرد میبینید این عکس واقعی شو مجریان صبح خیر ایران و عکس هایی که شبیه هم یه سری سایت هایی که میبینید یه سری سایت هایی که عکس زیادی در رابطه با این اطلاعات هست بس خیلی مهمه که نحوه سرچ کردن عکس بر عکس توی گوگل رو یاد گرفتیم حال این قسمت کار کردم به خاطر اینکه خواستم تاکید کنم محققین عزیز اونایی که میخوان در رابطه با پروژه هاشون کارهاشون عکسای متنوعی کارهای مختلفی رو انجام بدن میتونن از این امکانات استفاده کنن فقط نکته ای هست که من نمیخوام اینجا وقت زیاد بذارم میتونید این سایت های مختلف رو نگاه کنید هر کدوم از اینها به کلمه کارهای مختلف دیگه ای هم میکنن و قوی تر هم هستن بعضیشون برای کارهای خاصی دیگه به خصوص روزنامه نگارا اونهایی که کارهای تحقیقاتی خاص انجام میدن باید یه مقدار تخصصی بشینن اینا رو یاد بگیرن و کار بکنن بس این قسمتی که کار کردیم برای این منظور بود امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه من تا عکس رو میخوام بررسی کنم با همون روشی که گفتیم الان نگاه کنید نمونه این عکسی که اینجا میبینید برای آقای فردوسی پور که متاسفانه خب این عکس جلی حالا ببینیم چی کار کردن که ایشون عکسی که هستش حالا میتونید با روش هایی که گفتیم خودتون انجام بدید و پیدا کنید طوری وانمود کردن که خب میدونید که به خصوص توی ورزشی ها اخبار ورزشی سایت ها دنبال جذب مشتری خودشون هستن و این عکس جعلی رو که دوست دارن طرفداراشون مثلا چون فردوسی پور خب آدم با شخصیت ببینید اونیه که مسائل شخصی و خانوادگیش و عکس ها و عکس های شخصی خودش رو روی همه چی نمیذاره این خیلی مهمه و که هاشیه کنه و همه هم دنبال اینن که خب ببینن ایشون مثلا ازدواجش چیه نامزدش کیه فلانه و خب ایشون هم آدم با شخصیت و مغروری همچین کار رو خیلی هاشون انجام ولی بعضی متاسفانه خب دنبال سوژن حالا ببینیم از کجا میفهمیم که این عکس جلیه و متاسفانه برای ایشون چیکار کردن زدن ببینید شما اگر نگاه کنید سایه ای که اینجا هست خب میتونید مقدار شک کنید این فیلم بردار اصلا ببینید با دست دقت کنید به جای دست راست با دست چپ خب مشخص این فیلم این عکس جابجا شده و ارزم به حضور شما که صحنه‌ای که حالا خواهید دید حالا ببینیم این فیلمو چطوری چیکار کردن تهیه کردن یه همچین عکس واقعی از روی فیلم یه فیلم بوده که ایشون توی بازی های لندن بوده گویا از اون یواشکی یک کپچر کردن عکس عکس اینوریه میبینید این حالا درسته عکس درستیه این عکس صحیحه و فیلم بردارم هم بینید همونطوری که دستش سمت راسته داره فیلم برداری میکنه بقیه هم که همینطور حالا یه عکسی هم از این خانم حالا تهیه کردن یکی از هنرپیشهای معروف که میبینید و اومدن چیکار کردن خوب دقت کنید این عکس رو گرفتن این عکسی که هستش به خاطر اینکه یه مقدار پیدا کردنش هم حالا سخت باشه و بگو نکنه بعد اومدن اینو حالا تو فتوشاپ من حالا تو پاورپوینت انجام میدم اینو چیکار کردن روتیتش کردن میبینید یعنی این عکس رو گرفتن و خیلی راحت اینو روتیتش کردن و اینگونه قرار دادن بعد اومدن این عکس رو گرفتن چیکار کردن اینجا به کنار ایشون قرار دادن و با فتوشاپی که حالا گفتیم چطوری چیکار کردن این هاشیه ها رو حذف کردن و حس کردن این هاشیه ها هم کار خاصی نداره خیلی راحت حتی توی فرض کنید اینجا بکنید خیلی از این چیزایی که هستی شد چیکار کنید ببینید می میشه خیلی کارا کرد مثلا اون چیزی که میخواهید قرار بدید به جای این آقا نمیدونم و این صحنه ها رو هست کرد البته این کار برای پاورپوینت نیست کار چیه فتوشاپه به هر حال متاسفانه اونهایی که مغرز هستند یا همچین کارهایی رو چکار میکنن انجام میدن پس متوجه شدید که این عکس چطوری جابجا جا شده یا عکس دیگه ای که باز گفتم اینا رو میتونید توی اینترنت فقط میخوام مثال های زیادی داشته باشید که بدونید که برای آقای روحانی موقعی که علاقاتی داشتن با پاپ و این عکس نافرمو مثلا گفتن که نگاه کنید آقای روحانی کجا بود و اصلا کنترل نکرد این یه دونه هم استثنان کار میکنم که دقیقا دستون بیاد من عکسی که تو تلگرام بوده و شاگه بوده رو ذخیره کردم تو کامپیوترم میرم قسمت ایمیجیز توی گوگل و عکس اینجا دوربینو میزنم و آپلود ایمیج اون عکسی که ذخیره کردم ولی سعی کردم با کیفیت بالاتری که میتونستم تهیه کنم و هاشیه نداشته باشه مت نداشته باشه همونطوری که میبینید کارهایی که گفتیم تا عکس رو میبینه گوگل بر اساس امکانات هوشمندی که داره و ارتباطاتی که این عکس داره پیدا میکنه که این در رابطه با جلسه روحانی و پاپ فرانسیس اخبارهایی که در مورد این هست که روحانی با پاپ فرانسیس ملاقات کرده رو میتونیم اخبار رو ببینیم و اینجا هم یک سری های واقعی عکسایی که به واقعی هستند و حالا عکسای تکسیب شده و شایم وجود داره و میتونیم جستجو کنیم و روش هایی که گفتیم و حتی میتونیم از طریق تولز و تایم که پیدا کنیم و یا با کلیک روی عکس میتونیم عکس هایی که اگر در رابطه با این هست رو پیدا کنیم و با کلیک کردن روی حالا عکسی که مشاهده میکنیم میتونیم ببینیم جریان چی بوده اخباری که در مورد این هست و عکس های واقعی این عکس عکس واقعی بوده و خب همونطوری که میبینید اینجا هم عکس جلی و عکس واقعی رو یه نفر در کنار هم قرار داده که این عکس جلیه و عکس واقعی اینه و همونطوری هم که میبینید اینجا این عکس واقعیه و میتونید توی سایت و اخباری که به گل ما در این زمینه بوده و عکس‌های مختلفی که وجود داشته و این عکس واقعیه چیکار کنید و گفتیم یه روش اینه که روش کلیک راست کنید سرچ گوگل فور ایمیج و دقیقاً این عکسو چیه سایتای مختلف می‌بینید این عکسو ارزم به حضور شما که شبیه اینو جایی که گرفته شده به بارهایی که وجود داره برای شما پیدا کنه و روی عکس هم کلیک کنید و یه سری امکانات های بیشتری رو به شما میده از عکس واقعی که وجود داره و سایت های مختلف و خیالتون راحت میشه که عکس جعلی کدوم عکس دیگه اینو باید وقت بگذارید امیدوارم که این مطلب دیگه کاملا جا افتاده باشه خب همونطور که قبلا هم تذکر دادم عکس های شخصی خودتون سعی کنید تو رسانه ها قرار ندید بعضی سوء استفاده میکنن و میتونه برای شما درد آفرین باشه اینی که میبینید یک فرد فکر کنم پاکستانیه که اهل کاناداست و براش عکسی رو جل کردن و دادگاه خواستن و براش دردسرای زیادی ایجاد شد حالا تو اینترنت میتونید جستجو کنید که ایشون یه عملیات تروریستی تو سوریه بوده و نمیدونم فلان و همونطور که میبینید عکس قرآن دستش و جلقه ارزم بزرگ شما که برا برای این بند خدا مثل که توی از اسپانیا این و جاهای مختلف برونده درست کردن و دنبالش بودن خب واقعیت عکس چی بوده؟ ایشون یه عکس شخصی با تبلتی که گرفته بوده برای دوستانش پوزی که میخواسته بده قرار داده و اومدن این عکس و حالا یه دی مغرزانه برای چه اهدافی چیکار کردن حالا باش لج بودن با ریشش با خودش من نمیدونم چیکار کردن اینو پخش کردن و دردسر ایجاد کرد و سعی کنید تا میتونید از عکس شخصی خودتون و خانوادگیتون در صفحه های رسانه های اجتماعی خودداری کنید اینو بارها تاکید شده خب اما بعضی موقع میبینید که بعضی به قول معروف عکس‌ها دردسر خاص خودشو داره خب این تصویری که میبینید ملاقات آقای احمدی نژاد بود که خب میدونید که چقدر سر صدا کرد و اومدن برای اینکه اینو جمع و جورش کنن متاسفانه رسانه های که حقیقت رو بگن خب اتفاقی که افتاده حالا اشتباه بوده حالا هرچی بوده من دقیقا در جریان ماجرا نیستم که چیز کنم بگید. خب ببینید اومدن تصویر جلی رو پخش کردن که خب مشخصه این سایه هایی که وجود داره اصلا بوسیدن یه مرد اینم با این لب و نمیدونم فلان و حالا گفتن البرادهی نمیدونم پیر مرد فلانه که چیکار کنن اینو پوشش بدن این عکس رو پوشش بدن که یه عکس حالا وجود داشته دیگه حالا هرچی هستش و حالت های مختلفی که هست پس بعضی موقع متاسفانه به جای اینکه حقیقت رو بگیم واقعیت رو بگیم و خب تو این عکس تو رسانه های مختلف اخبارش میگن فیلمهاش فیلم هاش اینا مثلا حتی ما اینو کلیک کنیم متاسفانه دروغ میدونید که دروغ میاره و باید حقیقت رو بگیم و مشکل خاصی نیست که اتفاق این اتفاقا پیش میاد و خب یه دم که دنبال ارزم به شما که صحنه های مختلف و تبلیغات خودشون کارهای مختلفی که وجود داره چیه اینا رو چک کنید خب عکسی که میبینید همونطور که میبینید نوشته شده تو اینترنت هم پخش شده تو تلگرام و این برانور که مثلا کشور ما دست دشمنان افتاد و نمیدونم یه دست نوشته ای که خب مشخص جل شده و راحت میشه فهمید و وقتی هم سرچ کنید میبینید که عکس واقعی عکسی بوده که ارزان نوشته دیگه ای اصلا ربطی به این نداره و خب این کار انجام ببینید ما یه بحثی داریم توی خوب دقت کنید بهشون میگن میمز یعنی میان یه عکس رو با یه مک میفرستن نه منبر رو میفرستن یعنی نه شخص همینطوری برای خودشون خیلی از این کارا میکنن اینها معمولا جعلی و دروغه یه مثلا یه نوشته ای از دکتر شریعتی دکتر سمیه نمیدونم کوروش فلان بدون اینکه زیرش آدرس و منبع این سخن که واقعی باشه رو میفرستن به اینا زیاد توجه نکنید به اینا میگن عکس نوشته ها یا میمز و مثلا شکسپیر اینو گفت نمیدونم دکتر شریعتی اینو گفت نمیدونم دکتر سمیه اینو گفت این گونه ها خوبه مطالبش خوبه ولی این کلی باشه و دروغ باشه و منبر رو اعلام نکنه یه مقدار خب مشکل زا میشه دیگه بعدن به خصوص تو اخبار و سیاست و اینها حالا چیزای عرفانی و اخلاقی و اینها جای خودش داره به مطالب حساس و حیاتی و سیاسی یه مقدار دقت کنید اینا قابل قبول نیست حالا به چند نمونه از این اصطلاحا میمز نگاه کنید رو پیدا کرده حالا یا واقعیت داره یا دروغ کاری ندارم ولی هیچ منبعی رو مدرکی رو نذاشته همینطوری زده که بیایید نمیدونم اینطوری شد روزای مملکت و اینها و چیزهای مختلفی که هستش رو جلوی بیمارستان میگم شاید راست باشه ولی هیچ منبعی رو نزده همینطوری یه عکس و یه متن یا مثلا همینطور این هم همینطور که سامسونگ داره مثلا چیکار میکنه تانگ میسازه بدون اینکه منبعی رو بهش ارجاع بده یا طالبی که حالا میگم که یه عکسی رو میزنن یه متن رو بدون اینکه چی اطلاعات کاملی رو در موردش بدن مثلا عکسی که زده صف مردم برای سفر بکش حالا این عکس واقعا مال کیش هست نیست مال کیه چه ایامی هستن مربوط به چیه نمیدونم میخوام بگن که کرونا ماه محرم مردم طور، همینطوری مثلا از خودشون یا مثلا خب این شاید یه واقعیتی باشه واقعا همچین اتفاقی افتاده باشه حالا عکس هم شاید گیریم جلی نباشه مثلا ولی کل داستان چیه کجا سرزن بزرگ همینطوری یه متن رو به منظور خاصی که دوست داره چکار میکنه و برای اهداف و اصلا پشت قضیه چیه برنامه چیه همینطوری بس یه مقدار رعایت کنیم اینها و یا همچین تقاضاهای به عکس زن بچه من بیشتر اینها به خاطر مزاحمت تلفنی حواستون باشه تلفن طرفو میخوان اذیت کنن پخش میکنن به اسمای مختلف و آزار به اسم بیمارستان ها دکتر نمیدونم و یه عده مریضن حالا نمیگم که یه دم شاید واقعا از روی انسانیت یه کسی گم شده مشکل داره فلان اینا شاید انجام بده ولی خب بیشتر اینها مراقب باشید قبل از اینکه تماس بگیرید واقعا صحت خبر رو پیدا کنید که واقعا همچین گم شده وجود داره یا همچین مثلا میگن که دکتر فلانی یا بیمارستان فلانی رایگان داره بیماران سرطانی رو چیز کنه با این تماس بگیرید و شما اگه بچه سرطانی دو کمک به انسان ها فلان بعد میبینید که برای مزاحمت به یه شماره تلفن دکتر چیزی بعضی قبل از اینکه این, که این پیامو بفرستید یه بار خودتون زنگ بزنید چک کنید, مطمئن شدید یا همچین کار انسانی اگه دوست دارید کمک کنید اون جای خودش و زیرش هم بنویسید من تایید میکنم تماس گرفتم که دوستتونم بفهمه تایید شده به شما اگه اعتماد داره وگرنه همچین پیام هایی رو به کسی ارسال نکنید تا اینکه مطمئن شدید چون اینا خیلیاشون برای مردم آزاری متاسفانه پیدا میشن دیگه افراد مریض پیدا میشن همینطوری دیگه برای خودش اینو کجای دلم بذارم حالا یا فوتوشاپه یا واقعیه بدون منبع و مدرک یا اینم هم بنده خدا خب با آبروی عده بازی میکنن هر به حضور شما که باز هم سامسونگ حادثه آفرید این بار باتری منفجر نشد بلکه رمز گوشی توسط همسر پیدا شد خب اون کسی که این کارو کرده آیا رضایت این آقا رو جلب کرده این عکس جلی که گذاشته این بند خدا حالا یه جای تصادف کرده خب زن و بچه این چه گناهی دارن فردا یکی مثلا نشون بده بگی بابات اینطوری مثلا دروغ پخش کن ببینید یه مقدار احساس مسئولیت داشته باشیم با هر چیزی برای هر چیزی شوخی نکنیم و در ثانی منبع این سند کجاست که واقعا همچین اتفاقی افتاده یا نه یه مقدار ملاحظه کنیم این هم که گفتیم متاسفانه بازم این همونها متن با عکس ولی هیچ منبعی وجود نداره و متاسفانه گفتم خود قرارگاه شایعات این عکس مال اونجاست این عکس تو سایت اونهاست این عکس مال خیلی وقت پیش اصلا رفتی به محرم نداره این مال ایام عیده قبل از این ارزم ترافیک اونجاست اصلا ماه محرم گفتیم توی فیلمامون هم هست که ترافیک خاصی نبوده آنچنان ماه محرم حالا به خاطر کرونا اینا ولی این عکس قدیمی رو برداشته با یه همچین متنی که دوست داشته مثلا اون هم از یک قرارگاه شایعاتی که خودش وظیفش اینه که جلوگیری کنه از شایعات و شبهات چیه پخش کرد پس لذا میفهمیم که این عکس متن رو دقت کنیم برای خبرهای مهم و حیاتی چیه به کسی ارسال نکنیم مگر اینکه منبع داشته باشه و مطمئن بشیم و بعد برامون دردسر ایجاد نشه خب این هم خب مشخص فتوشاپه به خاطر اینکه به از نوع عکس و نوع متنی که هستش بعضی این همون میمز که گفتم استفاده میکنن که ظریف داره تو قصابی خرید میکنه و لاریجانی بنزین میزنه و روحانی هم تخمه خریده و اینا اصلا نحوه عکس هم مشخصه متاسفانه از این عکس ها و برای حالا تفریحه خب یه عکسی که حالا تو رسانه خارجی هم کشور خودمون هم متاسفانه پخش شد اینه که ترامپ به اون سگی که البغدادی رو به گتل انداخت و مدال داد و اینها خب خیلی هم باور کردند و رسانه ها پخش کرد در حالی که عکس واقعی هم جستجو کنید میبینید که ترامپ یکی از حالا بازنشسته های ارتش چیه داره مدال رو میده این عکس رو برداشتن روی این سگ یه سگی جل کردن و گذاشتن خب هدفم از این چند تا مثال اینه که آشنا بشید مواردی که میتونه پیش بیاد یه چیز رو دقت کنید بعضی موقع جعل خبر توسط خود طرف انجام میشه به خاطر اینکه کسب شهرت کنه ارزم بزرگ شما که مزدون نمایی کنه محبوب باشه توی دهنها بیفته مثلا مخ... خود احترام خیلی حرفا رو از قصد میزنه خیلی از سیاست مدارا این کارا رو میکنن خوب دقت کنید شما گول بعضی از اخبار رو نخورید و تهمه قرار نگیرید خب بعدا صحبت میکنیم دلایل جهل خبر میتونه کار دشمنان باشه مغرزین باشه یا اصلا ادهی بی طرف خاطر فقط درآمد یا اختلال در از به قول معروف امنیتی یک کشوری چیزی ولی بعض موقع توسط خود طرف و شخص انجام میگیره خیلی دقت کو به خصوص هنرمندها و سیاست و سیاستمدارا همونطور که میبینید از همون نوع عکس نوشته هاست که بعدن یه عکس رو جلب کردن و نکته جالب اینه که تو این عکس انقدرم ناشیانه است که خواستن نشون بدن که مثلا معاون رئیس جمهور از فروشگاه خارجی خرید میکنن یه فروشگاه آرمی که گذاشتن فروشگاه گوچیه و یکی هم آرم فروشگاه لیویتن مال فرانسه یکی فروشگاه فرانسوی یکی چیه ایتالیایی اصلا ربطی هم به هم ندارن به هر حال کارایی که متاسفانه انجام میدن و عکس واقعی هم اینی که خب از فروشگاه داخلی خرید کردن و چیزی هم وجود نداشتم عکسی که خیلی متاسفانه حتی فکر کنم رئیس جمهورم به این اشاره کرد و خب عکس جعلی بود یه عکسی که نشون میده در دوران کرونا چون دستمال توالت که به بحران رسید مثلا چی برای کنترل تو این کشورهای اروپایی و آمریکایی از نیروهای انتظامی استفاده میشه در حالی که عکس واقعی یه عکس دیگه بوده و یه عکسی رو از دستمال توالت هایی که حالا همه جا رایج هست گرفتند و روش مونتاژ کردن خب گفتم میخوام این عکس رو نگاه کنید که دیدگاهتون نسبت به هایی که هست و یا دستگیری آقای صالحی توی فرودگاه ترکیه تلویزیون ترکیه اعلام کرد و فلان این ورون خب همونطوری که میدید عکس عکس جلیه عکس واقعی این بوده و روش اومدن چکار کردن سر آقای صالحی رو چکار کردن مونتاژ کردن حالا یکی از عکسایی که وجود داشته رو چیکار کردن سر این آقا چیکار کردن منتاش کردن این عکس و پخش کردن و همه جا متاسفانه پخش شد و مریضن بیمارن نمیدونم چی بگم خدا وکیلی خب عکس آیت الله سیستانی بگلا به چه منظوری حالا میتونید نگاه کنید که توی حرم هستند در حالی که این عکس عکس حکیم بوده و سر آقای آیت الله سیستانی رو چیه روی این منتاش کردن آقای ظریف نمیدونم توی خارج از کشور کجاها درس خونده با کیا درس خونده در حالی که این عکس از عکس دیگه است و اومدن سر آقای ظریف تو دو, دو موقع جوونی حالا عکسش اینور اونور هست توی دوران دانشجویی آوردن این سر رو روی این عکس چیه مونتاژ کردن عکس حضرت امام که چیه انقدر ساده است که برقی رو چکار میکنه مثلا میخوان نشون بدن که با کبریت روشن میکنه خب مشخصه شما یک ذره به عکس نگاه کنید متوجه میشید این سفیدی هایی و سایه هایی که اینجا وجود داره و بار ابلهانی که انجام داده نگاه کنید عکس واقعی عکسی بوده که حالا تو اینترنت هست و ایشون ارزم به حضور شما که مشغول ریختن چاییه و عکس حقیقی اینه به هر حال گفتم دیگه و ببینید وقتی این کارا رو انجام میدن اعتبار خودشون هم از بین میره اون کسی که اینا رو پخش میکنه حالا یکی دو تاش جواب میگیره ولی وقتی مردم متوجه شدن دیگه کلا اعتبار روزنامهشون کانالشون اخبارشون از بین میره و کسی دیگه اگه واقعا خبر راستی هم بگه بگو میشه چوپان دروغگو کسی باور نمیکنه و عکسی که خب راحت میشه مشاهده کرد از حرکت دستش که اصلا به طرف این خانم نیست و داری که حالا با وزارت امور خارجه به قول مسئولین تایلند داشته و این آقا که میبینید عکس عکس واقعی این بوده که ایشون دارن عکس رو میدن این عکس رو چیه اومدن چیدمان کردن و متاسفانه ما از و مرضی که گفتم پخش میکنن یا برای آقای ظریف دوباره عکسی که این اینا زیاده فقط میخوام دیدگاهاتون نسبت به عکسای مختلفی که چیکار میکنن و چگونه پخش میکنن باز باشه و خودتون دیگه بیشتر این مسائل رو باید تحقیق کنید که مثلا نمیدونم همسر دوم آقای ظریف و فلان این ورون ور خب این عکس عکس از روی عکسی که حالا ایشون در جایی بودن حالا همسرشون واقعی بوده و ارزم بزرگ شما که این عکس اومدن بالا یه هنر پیشه این هم یکی از هنر پیش های معروفه چکار کردن جل کردن برای ایشون و عکسایی که خب برای سلبریتی ها درست میکنن نمیدونم فوت درگذشت تصادف این سایت ها, و کانال ها برای اینکه کلیک کنید و خب ببینید اینها رو مقصر ما ها هستیم که فالو میکنیم ارزم به شما که بهشون میدون میدیم خب کار درستی نیست خانوادهش دوستدارانش طرفدارانش و به هر حال و این هم عکسی که متاسفانه برای تخریب آقای حامد اسماعیلیون از داغداران حادثه هواپیما اوکراین که همینجا به همه داغداران عزیز این حادثه ناگوار و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم واقعا بسیار دردناک بود خب ایشون دختر ارزم بزرگش فرزندان خودش همسر خودش از دست داده و خیلی ها خب داغدارم هست و مطالبی رو میگه و چیز خاصی هم نمیگه حق رو میگه حق میخواد میگه آقا حق رو بگید و حالا یه مقدار زبانش به زبان خاص ادبیات تندی شاید باشه ولی چیزی جز حق نمیخواد میگه آقا این همه سناریو دروغ و دروغ پشت سر دروغ 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 میاره گفته شد ما چیزی جز حق نمیخوایم حالا برای تخریب ایشون مثلا زدن که ایشون حالا چهرش مشخص شد و نمیدونم از اعضای سازمان فلان و به مهمان که متاسفانه و کاملا چیه دروغه و یه عکس شخصی بوده که اومدن همونطوری که میبینید کنار ارزم موضوع شما که سرکرده منافقین قرار دادند و یه سری چیزهایی هم که اصلا ربطی به ایشون نداره زدم و گفتم متاسفانه خیلی ها بد میکنن و امیدواریم که این بد ها تموم بشه برزم خجالت بکشن واقعا شرم آقا حق رو بگی تموم بشه بره چرا دروغ میگی چرا شایعه میکنید چرا تخریب میکنید حادثه تلخی بود و انشالله که هیچ وقت برای هیچ کشوری نه فقط مردم ها و کشور خودمون تکرار نشه خب این عکس رو نگاه کنید فرستادن حاجی جون اقلا اون پیکنیک این یه پیکنیک خب برای مشخصه برای چی استفاده میشه گذاشتن اینجا برای آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان اقلا اون پیکنیک رو از پشت برمیداشتی عکس میگرفتی نمیدونم حالا فلان چیزا خب هر کسی نگاه کنه یه مقدار عاقل باشه متوجه میشه این عکس عکس چیه جلیه گفتم به روش هایی که گفتم میتونید چیکار کنید این عکس رو ذخیره کنید قشنگ عکسش در میاد حالا عکس واقعی چیه این عکس واقعی اینه این عکسیه که حالا ایشون یه سری صحبت هایی داشته و ارزم و... و... شما توی سایت ها همینجا تو همین صحنه چون مصاحبه که باش کردن عکس های مختلفی رو میبینید از زوایای مختلف همچی چیزی وجود نداره و یه بی‌حرمتی و تهمتیه که آقا با آقای شریعت مداری مسئول کیهان مشکل داری مقالاتش قبول نداری روزنامهش رو قبول نداری خب براش درست بنویس دلیل بیار مستند چرا داری میزنی چرا داری با حرمتش بازی میکنی با آبروش بازی میکنی چرا با آبروی کسی بازی میکنی فردا هم خودت چیه حرف راستی هم برای گفتن داشته باشی نتونی ازش دفاع کنی و میگن که حرفاتم غلطه هزاران حرف که هست میتونی انتقاد کنی به آقای شرط مداری ولی همین عکست همین باعث میشه که دیگه کسی به حرفت اعتماد نداشته باشه خوب دقت کنید این عکس رو برای کی پخش کرده بودن این عکس رو یه زمانی من یادم میاد یکی دیگه پخش کرده بود که حاجی تو که میگی مربگر آمریکا اینقدر مثلا داد میشه مگبر آمریکا چرا با کامپیوتر نمیدونم از چون مثلا از پشت و جلو عکس گرفته و قیمتش رو در آورده حالا راست که با کامپیوتر خود گرونترین کامپیوتر خود آمریکایی یا بعد اون وقت میگی مک بر آمریکاش یعنی حرف تو هم ربطی نداره اصلا این تکنولوژی داره استفاده میکنه به قول معروف مگه من میتونم بگم که آقای ترام تو که مثلا از الکل ساخت ما مسلمان ها به قول معروف کشف زکریای رازی چرا میخوری یا حالش میبری ما بدبخت یه قطره هم دستمون نمیاد بعد اون وقت علیه ما داری میزنی حالش با ما جور شده برای تو حال البته اینکه حالا بگو زکریای رازی اینو کش کرده نکرده الکل چی اصلا برنامهش این یه چیزی است که یکی قرقاتی شده خیلی اصلا میخوام بگم که ربطی نداره که حالا این از کامپیوتر تکنولوژی استفاده میکنه حالا نباید مثلا شوهر مکبر آمریکا بگه یا نگه برای این پخش شده بود ولی خب کل عکس چی بود جلی و دروغ بود که دیدید این هم عکس جلی که از آقای احمدی نشاد که حالا کانال های مختلف معلوم نیست به چه عنوانی به قول معروف چیه جل کردن که دیگه آقای احمدی نژاد زده آخر خط و نمیدونم ریش و سیبیل و همه چیز زده و اینکدودی و فلان و این اینور اونور خب مشخصه عکس عکس کاملا جلیه فکر کنم توی مراسم سردار سلیمانی یه نفر یه عکسی رو گرفته و بر اساس اون عکسی که منظوری که داشته چیکار کرده این کار رو انجام داده حواستون باشه به خصوص در مورد هنرپیشه ها سیاست مدارا چیزهایی که هستش حواستون باشه حتما این نیست که دشمنان به مای مغرز بعضی موقع میبینی که خود کانال و ارزم شما مدیریت نمیدونم خود شخص سازمان گروه به خاطر اینکه مطرح بشه کسب شهرت کنه یا نوعی مظلوم نمایی کنه به خصوص تو دوره های انتخابات و اینور اونور از طریق یه سری کانال ها چیکار میکنن یه عکسایی رو جل میکنن پخش میکنن و عکس واقعی هم که دارن وقتی که کاملا به دهان ها افتاد و مدارک و عکسای واقعی رو چیکار میکنن منتشر میکنن و برنده ماجرا بس یه مقدار حواس اون باشه که بعضی موقع تو دام بعضیا نیفتیم به خصوص این هنرپیشه و سیاست مدار ها این ها همچین کارهایی هم میتونن بکنن و مغرزان هم هست کلا باید حواس اون باشه همه نوع میتونه باشه دیگه با... اما اینکه تفاوت تصاویر اصلی و فوتوشاپی چیه یه سری نکات ساده ای رو دقت کنید اولا تصویر اصلی با کیفیت تره معمولا از تصویر جلب شده یه مقدار زوم کنید یه حاله سفیدی دور برش سایه هایی که میتونید پیدا کنید ثانیان دقت کنید به انعکاس نور شیشه ها عینک ارزان موضوع شما میز چیزایی که به واسه نور رو نمیتونن خوب در بیارن یه مقدار به اینها بیشتر دقت کنید موقع زوم کردن بعد ارزان بزرگ شما که سایه هایی که تو عکس سایه ب... شخص گلدون نمیدونم وسایلی که دستشینه معمولا اینا رو میتونید چیز کنید و سایه هایی که بکس های قبلی میمونه نمیتونن بردارن بعد به زمان و فصل و آب و هوا و اینها اطلاعات عکس بیشتر دقت کنید و مخصوصا مقایسه زاویه تابش نور توی عکس ها خیلی میتونه کمکتون کنید که واقعی یا جلیه یکی از نقاط تو توی پوتین اگه یادتون باشه جهت حرکت و نگاه افراد یا وسایل جهت حرکت ها رو نگاه کنید چششون بکنید حالا چند تا عکس دیگه هم بعدا میاد میبینید که از جهت نگاه میشه تشخیص داد که این عکس اصلا برای یه جای دیگه داره نگاه میکنن و اینا آداب و رسوم و فرهنگ و مردم اون منطقه رو دقت کنید که آیا از این وسایل استفاده می... از این نوع لباس استفاده میکنن چیزهایی که هستش بگو یه هست نیست چطوری هست اینا رو نگاه و خیلی چیزهایی که هستش و گفتم میتونید از امکاناتی که تو سایت های و ایمیج هست چیه استفاده کنید که آموزش دادیم کار کردیم بیشتر وقت بذارید اما بعضی موقع باید بدونیم که مکان از مکان هایی که به گل فوتوشاپ شده حالا بعدا به خود به صورت تخصصی کار میکنید فقط اینجا نکته اول ساختمون ها آیا توی این عکس یه ساختمان فروشگاه خاصی قابل شناسایی که ببینم واقعا این عکس مال کدوم منطقه است مال مثلا میگن تظاهرات فلان جاست یه ساختمانی تابلوی چیزی که مشهود باشه فروشگاهی کلانتری جای مشخصی که ببینیم واقعا با این اخبار مال اونجاست مال کشور دیگه است چون خیلی از این کشورها شبیه هستن به خصوص تو تظاهرات اون علکی جعل میکنن و میفرستن اسم خیابون ها نمیدونم تابلو اینا رو چک کنید واقعا مال اینهاست مال این مکان اون شهر اون آبادیه نکته ای که از پلاک ماشین و منازل و شماره کنتور و کوچه ها اینا رو دقت کنید که میتونید پیدا کنید و اینها که به شماره پلاکی تو اون محله وجود داره تو اون شهر وجود داره نمیدونم تو اون کشور وجود داره شرایط آب و هوایی رو تو عکس توی مکان ها نگاه کنید که آیا اصلا اونجا هوا اینطوری گرم سرد برفی الان چیزایی که هستش بعد ارزم بزرگش یه سری نشانه علامه خاص مثلا سطل زباله ای اون کشور اون مکان اون شهر چطوریه تو بیرون چطوری قرار میدن کنترل آب و برقشون چه شکلیه مثلا سیم کشی برقشون چطوریه لوله کشی گاز و نمیدونم چیزای امکانات تحصیلاتی که دارن به چه نحویه تو اون شهر تو اون مکان که میتونی تشخیص بدید واقعا عکس فیلم مال اونجاست نوع پوشش لباس مردم فرهنگشون چیزایی که هستش فاده میکنن اینا رو مد نظر داشته باشید یه سری علائم حروف علائم ترافیکی تو بعضی از شهرها و کشورها چیکار میکنن فرق میکنه و ارزم بوزو شما که الان تو خود کانادا توی قسمت فرانسوی نشین زمین تا آسمون علائم راهنمایی رانندگی و ترافیک فرق میکنه با خود چی تورنتو و ارزم ما شما که شهر اونتاریو قسمت انگلیسی نشین قسمت فرانسوی نشین بس اینا فرق میکنه نوع زمین و محیطی که در اونجا قرار دارند مکانی که هستند و یه نگاه بکنید و میتونید از طریق استریت ویو گوگل که بعدن حالا تخصص در توی بعضی از فیلم ها و شناسایی مناطق ارزم بزرگ شما که کار میکنیم چیکار کنید استفاده کنید از این برنامه ها که برنامه هایی برای لوکیشن مکان اون اگه یادتون باشه توی نتنز خب اه... اخبارهای مختلفی که اومد حالا این مکانو زدن نزدن نمیدونم خرابکاری بوده انفجار بوده از این امکانات و تخصص در استفاده کردن از مپس بینگ گوگل ویکی مپیا و سایت های حالا در و ای تر روزنامه‌نگارا و سایت های حرفه‌ای اونایی که نیروهای امنیتی اینا هستن از امکانات ویژه و تخصص در استفاده میکنن سری میتونن چیکار کنن از طریق ماهواره این چیزها رو چیکار کنن پیدا کنن تکنولوژی که در رابطه با آب و هوا هست به قول آب و هوایی و چیزایی که هستش. خب اما برای اینکه هم خستگیتون برطرف بشه و هم یه نکته مهمی رو من سه تا خاطره از کپی که در زندگی خودم حالا کپی های زیادی انجام شده بگم دو تاشو باور میکنید قابل باوره خود منم باور میکنم ولی سومیشو نه برای خودم اتفاق افتاده نه خودم باور میکنم متاسفانه یعنی اصلا غیر قابل باوره نه شما باور با اینکه اسناد و مدارکش میدم و غیر قابل باور برای شما هم خواهد بود اولیش خب کپی جزواتی که متاسفانه تو کشور ما رایجه خب هر کسی به قول معروف کپی اینو میزنه جزوه اینو میزنه کارهای مختلفی که هستش من یادم میاد توی مدرسه که ابن سینا و هدایت و از زهرا منطقه 17 تهران کار میکردم خود و ارادت داریم نسبت به تمامی همکاران دانش آموزان منطقه 17 و ارزم زمان بچه فلاح و بهاران و اینها دبیرستان نمونه دولتی هدایت و ابن سینا و از زهرا دختران از زهرا من یه سری جزوه هایی داشتم بعد یه روز یکی از همکارا اومد گفت فلان این جزوه شماست بعد دیدم آره جزوه جزوه منه ولی اسم یه مدرسه غیر و اسم یه معلم دیگه نوشته شده و چاپ شده و قیمت خیلی خوبی هم براش زده و تو غیر خودش میفروشه گفتم تو از کجا متوجه شدی گفت والا داشتم برای پسرم داشتم حل میکردم دیدم ارزم به حضور شما که همش اینا مشخصات همکارای ماست اینجا چی کار میکنه مدرسه چون بود این پدرش توی مدرسه ما بود خب من عادت داشتم به خاطر اینکه خوب دقت کنید دانش آموزان یه حسه خاصی داشته باشن تو جملات هم مثلا هم گفتم منفی کنید سوالی کنید فلان کار کنید نمیدونم دو جملاتی که استفاده میکردم دوست داشتم از اسم همکارا برای بچه هم بازی بود شوخی بود و بعد تفریح میکردیم تیکه مینداختیم برای اون همکارمون خب به هر حال من از اسامی همکارا استفاده میکردم مثلا مستر می بابایی از آر پرنسپل آقای میر بابایی مدیر مدرسه هدایت حالا ابن سینا دوتاش بود آقای آهوپای آقای ابو ترابی مثلا معلم عربی و ریاضیمون یا من میرم به مدرسه ابن سینا یا ارزم بزرگ شما که بعدا میخوام برم وارد دبیرستان هدایت بشم و نمیدونم خواهر من توی دبیرستان از زهرا خدا خیرش بده خانم نگاری مثلا چیه تو مدرسه کار میکنه و خانم نگاری مثلا مدیر فلان از اسامی همکارا و میدونستم که خب اکثر اینا همشون تو مدرسه نمونه هستن تو مدرسه نمونه هم خواهرشون کار میکنن استفاده میکردیم برای بچه ها جا... ب... میگن اوثنتیک واقعی بود حقیقی بود لذت میبردن شوخی میکردن میگفتن تیکه مینداختن چیزای مختلف و درس رو اینطوری یاد میگرفتن و این همکارمون دیده بود که همه این اسامی مال مدرسه خودمونه چیکار میکنه توی مدرسه غیر توی منطقه دیگه بالا شهر به هر حال اه این یکی از ماجره ها که متاسفانه این کپی و جزوات و گویا حلالم هست کسی هم ارزش قائل نیست دومین ماجرا من یه کتاب داشتم از زبان سرا چاپ کرده بودم به اسم روش سادگی یادگیری تلفظ کلمات انگلیسی بعد از چند سال اومدم خب دیدم یه سری عیب و ایرادات داره اونو برطرفش کنم و تکمیل ترش کنم و یه فیلمای های آموزشی هم بذارم و اومدم همون نگرش نو در یادگیری زبان تلاش زدم که حالا تو اینترنت هم هست میتونید می چیکار کنید از سایت یوتیوب هم و از سایت آپارات بردارید بعد اومدم یه چند تا مثال رو میخواستم اضافه کنم توی تلفظ خب از کتاب های مختلف از اومدم یه کتابی رو به خانم دکتر ایرانی هم بود که در رابطه با همین بخش تلفظ اینا وقتی من اومدم اینو میخوندم اتفاقا یادم میاد خانمم هم نشسته بود داشت سبزی خورد میکرد اینها گفتم چقدر جایی میخوندم گفتم چقدر جالب هم فکر منه چون اون کتاب خب این کتاب تلفظ کاملا ایده خودم بود روش خودم بود برای کپی نشده بود و گفتم هی می ای هی میخوندم خوشم میمند گفتم چقدر خوبه هم فکر منه هم ایده منه بعد یه مقدار جلو خوب من دو سه تا غلط و چیزایی که الای ای ایراداتی داشته اونها رو دیدم ای همون غلط و ایراد بعد یه نگاه کردم دیدم این کتاب که کپی مطالب منه بعد نگاه کردم دیدم بله حدود چهل صفحه از کتاب منو این کتابمو چیکار کرده خانم دکتر کپی کرده و متاسفانه و وقتی هم رفتیم خب ایران هم میدونید که انتشارات رفتیم خب آشنا بود انتشار رفتم شکایت کردم گفت والا آبری منو برده این دومین کتابیه که به ایشون برای من نوشته و کاری هم نمیشه کرد نمیدونم همسرشون هم که توی یکی از نماینده ها به مقامات آبری منم برده و فلان این ولی خب پیگیری خاصی هم نشد متاسفانه میخوام بگم که این کپی ها خب تا اینا قابل قبول کتاب کپ میزنن متاسفانه تو اینجا یک توی کانادا شما یه پاراگراف هم نمیتونی کپ بزنی و اخراجی یعنی انقدر حساسن حالا متاسفانه پایان نامه کپی میکنن فعلا میکنن که و خیلی راحت میشه جلوشو گرفت حالا نمیدونم چرا این کارو نمیکنن و برنامه های زیادی است که جلوی تقلب رو بگیرن به هر حال اما سومی رو مطمئنم که باور نمی کنید یعنی انقدر کپی کپی زندگی نامه شما ماجرا اینطوری شد که سال 1184 بود معلم نمونه شدم خب توی خب چندی بار معلم نمونه شدم ولی اینی که دارم میگم برای سال 1184 من معلم نمونه شدم روزنامه همشری قسمت هم معله به چیه با من یه مصاحبه انجام داد و دو صفحه به کامل چاپ کرد و لطف کردند و روزنامه همشری و خب سوالاتی رو کردند و عکس مختلفی رو معلم نمونه تهران استان تهران و ساکن محله ما و اینها از رشته تحصیلیتون بگویید مثلا Uh, البته این صفحه دومشه من لیسانس زبان انگلیسی و فل دانشگاه تربیه اون خب الان فوق لیسانس و موقع لیسانس سال هر چی دبیر زبان و کامپیوتر خب میایم پایینتر از سوال های مثلا اینجا نگاه کنید من در جوادیه بزرگ شدم در حال حاضر ساکن محله بهاران هستم رشته تحصیلیتون نمیدونم سوال های مختلفی که حالا چه کارهایی پژوهشی اینها انجام دادی حدود دو اون موقع مثلا 25 تا کتاب و جزوه تعلیف کردم بعضی از مقاله ها نیز به خارج از کشور ارسال شده 60 آموزشی دارم و کلا چیزهای مختلفی که حالا در با من مصاحبه شد و استفاده شد و اینها خب این چاپ شده بود و خب دست دانش آموزا و معلم و اتفاقا این ورم شاید پخ شده بود دیده بودن خونده بودن من کاری ندارم یه سه چهار ماه بعد من دبیرستان از زهرا همون خانم نگاری مدیریت زحمتکش منطقه همون مانند آقای علی خانی تو دبیرستان هدایت و آقای میربابایی واقعاً واقعا مدیرای خیلی دوست داشتنی و زحمت کشی بودن خدا خیرشون بده رفته بودم سر کلاب دیدم به یه پچ میاد اصلا متوجه نشدم گفتم چی شو شده این دخترای امروز چی دارن میگن بخندن یه تیکایی بعد هیچی هم نمیگفتن ولی وقتی وارد کلاس بعدی شدم دیدم با نیت خاصی از قصد یه روزنامه ای رو قرار دادن که من ببینم این دقیقا همون روزنامه است چون من روزنامه رو نخریده بودم که اون موقع هم اگه باشه روزنامه های برای سازمان سنجش و کنکور رو نمیدونم آفرینش فکر کنم این روزنامه شاپرک من دیدم از قصد یه لحظه نگاه کردم دیدم این زندگی نامه منه ولی به اسم دیگه خوب دقت کنید خب آدرسش اینا هم هستش دیگه 22 آذر چاپ شده سال 1184 بعد دیدم فقط اینجا عوض شده که از رشته تحصیلی تون میگه علی رضا صبح جای اکبر زهیری علی صبحانی و لیسانس زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم و بقیه همه چی زندگی نامه منه یعنی هر چی که مثلا در جوادیه بزرگ شدم و در حال حاضر ساکن محله بهاران هستم و لیسانس زبان انگلیسی و نمیدونم حدود 25 تا کتاب و جزوه و تعلیف و نمیدونم به خارج از کشور و حدود 60 تا سیدی و فلان و تمام اه اه با یه عکس که مالی همینطوری عکسی رو از کجا گذاشتن با یه تیتر جا جا و گفتگو با معلم نمونه خب و متاسفانه خب بازی با زندگی آبرو خب بچه ها میخندیدن آقا زندگی نامش هم کپی دروغ فلان خب با آبروی من داره بازی میگه چه کاری انجام میشه میگم شاید باور نکنید این حالا مدرک و اسنادش هم توی حالا جاهای مختلف هستش و این هم صفحه دومش دوباره ب... اطلاعاتی که قرار داده و نوشته شده و گذاشته شده متاسفانه خب و ما شکایت کردیم از طریق روزنامه همشری که بابا با آبری ما بازی کردن اونا هم پیگیری کردند و یکی دو هفته بعد خلاصه این بند خدا تماس گرفت و گریه من دارن اخراج میکنن اشتباه کردم نمیدونم چاپ روزنامه من عقب افتاده بود و مجبور شدم سری و سر کار کنم یه چیزی رو گفتم بابا کی میخونه کی توجه میکنه کی عکس یه تیتری خلاصه و فلان و اینور ببینید من کاری حالا به بقیه مسائل ندارم میخوام اینو بگم که متاسفانه تا این حد کپی میشه که غیر قابل باوره و چیزهای دیگه که حالا خاطرات خاصی که دارم لذا باید خیلی دقت کنیم خیلی خیلی خب توجه بشه و میدونم که شاید باورتون نشه و غیر قابل باوره خب برحال اتفاقیه که برای خود من افتاده